سلام و شبتان بخیر، به محور خوش آمدید. رئیس قانونگذاری وزارت عدلیه میگوید رهبر امارت اسلامی تا اکنون 7 قانون از برخی وزارتخانه ها را توشیح کرده. فضل هادی صاحب زاده همچنان می افزاید بیش از 160 قانون دیگر نیز از سوی وزارت عدلیه نهایی شده. به گفته او وزارت عدلیه بر تطبیق شریعت در کشور متعهد است و قوانین را بر اساس شریعت اسلامی می سازد. رئیس قانونگذاری وزارت عدلیه به طلوع نیوز میگوید که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی 7 قانون از جمله قانون سمع شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و قانون شماری از وزارتخانه های دیگر از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده اند. فضل هادی صاحب زاده همچنان می افزاید که بالای قوانین کشور از سوی وزارت عدلیه کار جریان دارد و آن را بر اساس شریعت اسلامی می سازند. چې د سم شکایت او قانون هم توشیح سو، همدارنګه د سوالګرو د راټولولو قانون هم هغه توشیح سو چې دغه د سوالګرو خند د نشر دپاره آماده ده، نو تر وو پورې قوانین هغه توشیح سوي دي. آقای صاحبزاده همچنان تاکید میکند که قوانین حکومت پیشین در کشور ملغا شده است. به گفته رئیس قانونگذاری وزارت عدلیه در حال حاضر بیش از 160 قانون دیگر از سوی این وزارت نهایی شده و برای تنفیذ و توشیح به دادگاه عالی و رهبر امارت اسلامی فرستاده شده اند. به گفته این مقام وزارت عدلیه این قوانین مربوط به وزارت اقتصاد، دادگاه عالی، امور مدنی و شمار دیگر از ادارات میشوند. جناب امیرالمومنین حفظه الله تعالی قوانینو جوړولو او ترتیب ته ډیر اهمیت ورکوي. په خپل یو شورا جوړه کړې ده په راس کې خپلې وي. قوانین سي تایید نه وروسته ورسي بیا هلته یو شورا جوړه کړې ده په راس کې جناب امیرالمومنین حفظه الله تعالی موجود ده، د قانون چلل کېږي. تر اوسه پورې موږ چې د عدلیې وزارت کې کوم قوانین لیږلي دي، تر 122 پورې قوانین طرز العمل نامقرری دی. شماری از آگاهان ساختن قوانین را برای حکومتداری خوب مهم می دانند. تا زمانی که خود قانون اساسی موجودیت نداشته باشه یا توشیح نشده باشه، همچون فرامین یا احکام در مراتب احکام اداری به حساب می آید. این در حال است که پیش از این سرپرست وزارت عدلیه تاکید کرده بود که نظام کنونی در خلای قانون به سر نمی برد و تمامی قوانین حکومت سرپرست گرفته شده از قرآن، سنت و فقه حنفی می باشد. من شمس امانی هستم و مهمانان محور آقایان عبدالشکر دادرس حقوقدان، آقای سمیع الله احمدزی آگاه مسائل سیاسی اینجا در استیدیو و آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه از طریق سکایپ وصل هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین، عیدتان مبارک. دادرس صاحب، اگر با شما آغاز بکنیم و ابتدا از هر چیز، چرا قوانین مهم است و وقتی گفته میشه هیچ کاری بدون قانون وجود نداره، یکی منشأش کجاست، اسلام است، بشر است، چی است، این بحثش جدا، چرا مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب با وجودی که روز سوم عید هستند، برای تمام مردم شریف و جهان اسلام عید تبریک میگم و خدا کنه که سراسر افغانستان و کشورهای اسلامی و بالاخر جامعه جهانی در عالم خوشی زندگی بکنه. سپاسگزارم. جنگ نفرین از جهان دامنش چیده شوه و اصلا انسان و انسانیت در جامعه حکومت بکنه. خب آمدیم به یکی قوانین چرا مهم است. بله. اگر شما روزانه زمانی که از خانه حرکت میکنید تا دفتر میایید با چندین عقود و قرارداد و قوانین رو برو میشن، اگر در جامعه او مدون نباشه، او بر علاوه که مدون است عام نباشه، تدبیقش جبری نباشه، هدفش اصلاح نباشه، دیگه اصلا نمیفهمیم که قانون کجاست. ببینید در شریعت اسلام هم در قوانین موضوع هم اصلا تعریف جرم
بله. و تعیین مجازات یعنی اصلی جزا و مجازات یا جرائم و جزا اصلی استن که شریعت بر قبول کرده و قوانین موضوع هم در این مورد اجرات معین خود داره. اهمیتش در اینجا استن که بر یک ساعت بر یک دقیقه اگر اقتصاد ما متوجه شویم یا نشویم بدون قانون پیشرفت نداره. اگر از نیروهای تولیدی و سرمایه و شیوه تولید صحبت میکنیم ارز مراکش، اگر از واردات و صادرات صحبت میکنیم، حداقل اگر از جواز فعالیت و از وزارت تجارت و صنعت صحبت میکنیم و اگر باز پالویشان باید چی داشته باشیم، اجازه نامه داشته باشیم و بالاخره باید ویزه داشته باشیم که به کشورهای خارجی بریم. این همه اگر نباشه اقتصاد خلاص شد، ما تجارت کرده نمیتانیم. پس اگر در طبیعت هم این قبول بکنیم که اگر قانون نباشه سیارها که اگر با هم خورد چی جور خواهد شد؟ پس این قانون است که در یک مسافه با هم حرکت میکنه. اگر اون مسافه خطا خورد چه میشه؟ جهان برهم میخوره. بناهن در تمام پدیدها، هم از مادی، هم از پدیدهای معنوی، هم از طبیعت، هم اجتماع، هم فرد، حتی در ارگانیزم انسان هم اگر قانون نباشه میفهمی چی میشه؟ دست یک طرف میره، پای دیگه طرف میره، شاید هم زبان دیگه مشکل پیدا کنه و چشما نبینا. پس اونجا یک قانون وجود داره که این را چی میکنه؟ انتظام میباشه. حتی اگر در اناتومی بدن انسان از یک فرد اگر شروع شوه قانون وجود داره. بسیار از قوانین مدون نیست در جامعه، مثلا در خانواده هم بسیار از رفتارها بر اساس یک قرارداد اجتماعی که وجود داره است ولی امضا نشده. اما در حکومت ها اگر مدون نباشه، قوانین نوشته شده نباشه، چقدر میتونه کلش امضا شده؟ اگر قانون اناتومی است، شما بروین از محصلین طب پرسان کنید میگه یک قسم عملیات کو، متوجه استنی؟ اگر این مشکلی داشت شما در برابرش میتانید که این را چنین رفع کنید، امی که چنین بکو و چنان نکو، این چیستن؟ این قوانین است. مثلا در خانه کاملا قانون است. اگر قانون نباشه برهم میخوره. ما قانون خانوادگی داریم، قانون فامیل داریم، در اونجا ما در احوالات شخصی بسیار گپا داریم که اونجا ریاست چطور در خانه باشه، اولادا چه وظیفه در عرض مرا خوشونید، بین زوجین باید روابط چطور باشه. یعنی از فامیل گرفته تا جامعه بینلی فقط قوانین هستن که برای ما رونق زندگی و رونق ترقی و رونق تعالی را چی میکنن نشان میده. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقا احمدزی، قوانین مهم است ولی منشأش فرق میکنه در جوامع مختلف. در افغانستان میگه منشأ همه قوانین اسلام است و از اسلام گرفته میشه در امورات زندگی تطبیق. تا امروز که ما حرف میزنیم از حاکمیت امارت اسلامی نزدیک به 3 سال میگذرم. قانون اساسی افغانستان نداره. در بسیار از موارد دیگه هم میگن خلای قانونی است. اما در پیام ایدی رهبر امارت اسلامی یا در سخنرانی ایدی رهبر امارت اسلامی شما دیدن که رهبر امارت اسلامی از ایجاد قوانین یاد کرد. حالا وزارت عدلیه میگه که 7 قانون از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده، 160 قانون دیگه هم در انتظار توشیح است. این به چه معناست؟ ارزش دادن به قانون و رفتن به سوی قانونی شدن، یا اینکه بسیاری های دیگه میگه که سلیقه برخورد کردن و روایتی را که در درون وجود داره در ابعاد مختلفش قانون برای او ساختن. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو میلمنو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او همدارنګه د کوچنی اختر مبارکي. ګوري د اسلامي امارت افکار چې د ذبیح الله مجاهد له فکر نه ډیر راوزي. یو ځل ده وویلې چې موږ ته د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو نبض معلوم ده، یعنی موږ پر دې باندې پوهیږو. اسلامي امارت لوری وایي چې د افغانانو نبض څنګه نبض ده. کله چې دوی حاکم سوي، دوی په کراتو باندې ویلې چې اساسي قانون مهم ده او په اساسي قانون باندې کار روان ده چې تر اوسه پورې هم دغه مسایل مطرح کوي. خو په دې وروستیو کې که چیرې تاسو وګورئ، د عدلي وزارت له ادرس ویل شو چې
د شرعي قوانینو په موجودیت کې د اساسي قوانینو غوښتنه چې هر څوک کوي باید په خپل ایمان تجدید نظر وکړي. نو اساسي مسله دا ده کله چې په خپل ایمان تجدید نظر په کوم حالت کې کیږي، مثلا چې ګناه کار کوي او خراب کار کوي او مخرب کار کوي، نو فکر کوم چې دا معنی ورکوي چې په دغو مقطع کې یعنی د شرعي قوانینو په موجودیت کې د اساسي قانون غوښتنه مخرب کار ده، یعنی ښه کار نه بولي. او همدارنګه د ذبیح الله مجاهد خبروم تغییر کړی په دې معنی چې وای اساسي قانون باندې کار روان ده خو د قانون خلا موجوده نه ده. اوس اساسي قانون د څه لپاره مهم ده؟ یو اساسي مسله دا ده چې د قانون خلا ډکه کړي، یعنی قانونی خلا باید ډکه سي. اوس چې قانونی خلا نه ده دلته اوس ارزښت د اساسي قانون کموي. نو په ټوله کې باور دا ده هغه موارد چې باید دوی پس اول کې وي هغه په اول کې نه وایي، په کراري کراري په کراري کراري باندې هغه خپله پالیسي چې کوم د دوی په افکارو کې ده یا دوی چې کوم قسم کوي په کراري باندې تطبیقوي، په یو دم نه تطبیقوي ځکه چې احساساتو نه فارول سیږي په هغه وخت کې. دوهمه مسله ګوري، اساسي قانون په یو مملکت کې د نورو قوانینو مور ده. بله، یعنی اساسی قانون ډیر اهمیت لري په جامعه کې. چیزی یو سلور پیزو موارد او تللت اشاره ورکوم که وختي اول د سیاسی نظام مشروعیت. درست ګوري، د سیاسی نظام مشروعیت یا په سیاسی نظام کې هغه افراد چې په دندو باندې ګمارل کیږي وظایف ترلاسه کوي، د دغو مقرری وظایف اصول او میکانیزم باید د اساسی قانون کې تصویب سي چې یو حکومتي چارواکی په کوم شکل باندې په کوم قسم باندې کولی سي چې یو چوکۍ ترلاسه کړي، یعنی حکومت کې یو ځای ونیسي، دا باید په اساسي قانون کې تصویب سي. بله، دا صحیح ده چې قوانین په اسلامي نظامونو کې د امیرالمؤمنین د فرمان په واسطه باندې راځي چې دغه فرمانونه بیا اجرایوي برخه خپلوي. بله، خو د حاکمانو ټاکل په اسلام کې خلکو ته اسلام کې حق ورکړی چې خلک باید حاکم انتخاب کړي، نو دغه مسله له اسلام سره په ټکر کې نه ده او په اساسي قانون کې باید توضیح شي. اوس وخت خبر از قانون اساسي نه است یا نهایی نشده، میتونه قوانینی که در زیر مجموعه های قانون اساسی است اونا را توشیح کرد، اجرایی کرد. ګوري، د اساسي قانون د نورو قوانینو مور ده. زه دوم ځل دې ته راځم، دا لومړی خبره تکمیل کړم. ګوري، په دغسې شرایطو کې اوس دغه طریقه د دغو مواردو فرق کوي. په نورو ممالکو کې پارلماني، په افغانستان کې لویه جرګه، اوس مونږ کولی شو چې د لویې جرګې په اساس راوغوښتل سي او اساسي قانون تصویب سي او په دغه قانون کې د حکومت اډانه، یعنی چې څنګه حکومتي چارواکي ټاکل کېدلی سي، تعریف سي. دوهمه مسله تاسو مسلو ته راځمه چې هغه د مشروعیت د حقوقي نظام ده. مشروعیت دی حقوقی نظام ده. ګوري، عادي قوانین دی، عادي قوانینو په تصویب کې چې هغه د جزا قانون ده، د بازرګانی قوانین دی، د وزارتخانو قوانین دی، دا له اساسي قانون نه سرچینه اخلي. یعنی د اساسي قانون په سرچینه کې به بیا دغه قوانین چې عادي قوانین دی دا به تصویبه. د اساسي قانون په نشتون کې نور قوانین ملغا دي، باید اساسي قانون موجود وسیږي. دریمه مسله د سیاسي استبداد مخنیول دي. د سیاسي استبداد مخنیول، ګوره، په اساسي قانون کې مونږ کولی شو چې د حکومتي چارواکو یا د حکومت د مشر حکومت چارواکي چې په کومو ځایونو کې قرار لري د دوی د واکونو محدوده تعریف کړو، چې دوی تر کومه حده پورې کولی سي چې خپل موارد مخکې بوځي، یعنی دوی تر کومه حده پورې آزاد دي، دا باید محدود سي او دوی ته معلوم سي. که چیرې دغه معلوم نه وي، سیاسي استبداد رامنځته کیږي، ځکه چې بیا دا چارواکي له خپلې ولکې نه تیریږي مخکې ځي نورو مواردو ته. څلورمه مسله د خلکو حقوق دي. ګوري، خلک که چیرې اساسي قانون ونه وسیږي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله لري رامنځته کیږي، ځکه خلک باید په خپلو حقوقو باندې ووسیږي چې په دغه نظام کې د دوی ځای کوم ځای کې ده، یا په دغه حاکم نظام کې کوم موارد مشروع دي، د قانون مطابق دي، کوم موارد نه دي مشروع چې هغه د قانون مطابق نه دي. نو په دې باندې باید ملت پوه سي. شخصا زه د یو افغان په صفت پر دې نه پوهیږم چې اوس اساسي قانون شتون نه لري. بله، درسته ده. درست، زه کولی سم چې د اساسي قانون د غوښتنو لپاره تظاهرات وکړم؟ کله چې باید قانون تعریف کړو، د قانوني خلا همدې ګوره، اوس ملت کولی شي تظاهرات وکړي، دا قانوني ده په اسلامي نظام کې، په اسلامي امارت کې قانوني مرجع نه ده. او د قانون خلا چی شي ته وایي چې مخکې په قانون کې نه تعریف شوی، بر اساس شریعت شي میتونن یک چنین چیزی را؟ موږ څه وایو؟ کله چې وایو چې اساسي قانون باید د شریعت خلاف نه وي، همدغه مسله په شریعت کې تعریف کړئ چې څنګه ده.
بیا په اساسي قانون کې ځای کړی. مثلا په شریعت کې دا شی به تعریف سي چې دا دا مونږ نه غواړو چې قانون یا اساسي قانون دی یا کوم قوانين چې مونږ غواړو د اسلامي امارت نه دا دي د شریعت خلاف ځکه چې دلته سل پیسه د خلک مسلمانان دي دا شریعت قانون غواړي اوس اساسي قانون دی د شریعت امر کې تصویب سي ځکه چې دغه سند چې ډیر دی لوړې کچې حقوقي سند ده د ملت او د حکومت ترمنځ فاصلې ملندي او هغه دوی ترمنځ قراردادونه معلومي. بسیار تشکر سپاسگزارم. آقای خسروی اون چې آقای احمدزه اشاره کرد ظاهرا پارادوکس های یک پدیده وجود داره که گیج کننده است برای مردم. از یک طرف قانون اساسی وجود نداره، از طرف دیگه قوانین دیگر توشیه میشه، از طرف دیگه میگه که خلای قانونی وجود داره وجود نداره، و از طرف دیگه هم خوب میگه که روی قانون اساسی کار جریان داره، و از طرف دیگه هم میگه قانون اسلامی در افغانستان اجرا میشه. آیا فعلا افغانستان در خلای قانونی به سر میبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما، مهمانان خوب شما در برنامه و همه مخاطبان شبکه تلویزیونی طلوع. عید سعید فطر را هم از جانب خود برای همه هموطنان خود تبریک میگم. ببینیم در هیچ کشوری از کشورهای دنیا نمیشه که بدون قانون اساسی یک نظام یا امور حکومتی به پیش برد. ما اگر بیایم نگاه بکنیم در کشورهای مختلف و متفاوت، زمانی که قوانین اساسی هم تغییر میکنه، حداقل تا زمانی که قانون اساسی جدیدی تصویب و تصویب میشه، قانون اساسی گذشته مری و اجرا هست. بنابراین باید در ظرف کمتر از یک سال یا در طی 6 ماه یا کمتر از او یا بیشتر از او باید قانون اساسی در داخل یک کشور تصویب و توشیح بشه. در افغانستان حدود 3 سال از نظام امارت اسلامی میگذره، اما تا امروز متاسفانه ما قانون اساسی نداریم. قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی یک کشور به حساب میایه که راهنمایی هست برای تنظیم سایر قوانین در داخل کشور. تا زمانی که ما قانون اساسی نداشته باشیم، در حقیقت تصویب لوایح، طرز العمل ها و قانون نامه های دیگر کار نادرست می باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام قوانین و طرز العمل ها و لوایح در داخل یک کشور برگرفته از قانون اساسی که همان قانون اساسی که قانون مادر هست می باشد. امروزه در جهان یک حرف بسیار معروف و مشهوری هست که میگویند قانون اساسی در حقیقت حکم نانر برای مردم یک کشور داره. یعنی تا زمانی که ما قانون اساسی نداریم، یعنی به این معنی است که مردم ما نانر برای خوردن ندارن. ما میخواییم اینم یادآوری بکنم که به هیچ عنوان موجودیت قانون اساسی در تضاد با دین مبین اسلام نیست. اگر ما بیایم تاریخچه دین مبین اسلام رو مطالعه بکنیم، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در سال 1 هجرت از مکه به مدینه در سال 622 میلادی یک سلسله قوانین وضع کرد که اینا برگرفته از دین مبین اسلام بود و همین قوانین حقوق اقلیت های مذهبی در داخل کشور تأمین و تضمین میکرد و به این ترتیب یک نظام دادگستری مشخص برای مالیات، اختلافات مدنی، همچنین امور جنگی و غیره وضع میکرد. پس میبینیم که در اسلام هم داشتن قانون یا قانون نامه ها جایگاه های مشخص خود داره. قانون اساسی یک کشور در حقیقت تعریف کننده اصول سیاسی اون کشور، ساختار اون کشور، سلسله مراتب اون کشور، جایگاه و حدود قدرت سیاسیون یا حاکمان او دولت به شمار میآید. امین اکنون آقای خسروی، امین مواردی را که شما اشاره کردین، قانون اساسی وجود نداره، همین موارد را کی تعریف میکنه؟ در کجا تعریف میشه؟ مشکل همین جا هست. اگر ما امروز تخطی های در درون امارت اسلامی میبینیم، برگرفته از همین موضوع است. اگر ما قانون نامه ها داشته باشیم، اگر ما طرز العمل ها و لوایح داشته باشیم، اگر ما قانون اساسی مشخص و معینی داشته باشیم، به هیچ عنوان یک طالب در درون یک پسته نمیتونه بیای کار یک قاضی و سارنواله رو کنه. و امروز ما عملا میبینیم که همین کار داره انجام میشه. علت همین است که ما در خلای قانونی قرار داریم. باید امارت اسلامی هر چه زودتر اول قانون اساسی مادر رو سازه، بعد برای دنبال سایر طرز العمل ها و لوایح. از طرفی من میخوام اینم یادآوری بکنم که در دوران 20 ساله جمهوریت
پول بسیار بسیار سنگینی روی قانون است، تصویب قانون اساسی افغانستان، تصویب از او و سایر طرز العمل ها و لوایح و قانون نامه ها که تعداد از او به صدها میرسه، هزینه شده روی از اینا. اینها جزء سرمایه های ملی مردم افغانستان هست. حالا من به اشکالاتی که در اونها وجود داره سر از این بحث نمی کنم، اما حداقل ما همین قوانین لوایح و طرز العمل ها رو داشتیم و تا به امروز هم اگر امارات اسلامی استفاده میکنه از نظر من از همون طرز العمل ها داره استفاده میکنه. به طور مثال شما خواسته باشین پاسپورت بگیریم، پاسپورت نیاز به یک طرز العمل داره. مثلا یک محصل، یک جوان خواسته باشه برای امتحان کنکور بده، نیاز امتحان کنکور نیاز به یک طرز العمل داره. من اگر خواسته باشم از دانشگاه برای خود یک دیپلم بگیرم یا از پانتون، نیاز به یک طرز العمل دارم. اگر ما از این طرز العمل ها استفاده نکنیم، پس از چی باید استفاده کنیم؟ روی این موضوع است که هر کس برای خود برای مشخص و معین میره. پس بهترین گزینه برای امارات اسلامی این هست که همین طرز العمل هایی که وجود داشته از دوران جمهوریت، در صورتی که همونها میتونه درست باشه که از نظر من اشکالات خود داره، ولی درست هست به خاطر از اینکه بر اساس اصول و قواعد افغانستان و بر بنیاد دین مبین اسلام ساخته شده. اگر نیاز به تعدیل داره میشه اونها رو تعدیل بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. اگر ما این امکانات رو داریم که کل قانون نامه ها، طرز العمل ها و لوایح بیایم سر از نو بسازیم که چی بهتر، بیایم همین کار رو انجام بدیم. اما در نبود قوانین لوایح و طرز العمل ها، ما در حقیقت به راهی داریم میریم که مسیر ما به ترکستان هست. در حقیقت ما به هیچ عنوان نمیتونیم به هدف و مقصد برسیم. همین امروز ما داریم میگیم که نظام افغانستان امارت اسلامیه. همین امارت اسلامی در کجا تعریف شده؟ این باید در درون قانون اساسی ساختار حکومت تعریف بشه. باید جایگاه قوه مقننه، اجراییه و قضاییه در درون قانون اساسی تعریف بشه. به همین خاطر است که حدود صلاحیت های از اینا قانون داره تعریف میکنه. امروز حدود صلاحیت های قوه قضاییه ما، قوه اجراییه ما و قوه مقننه هم که ما نداریم اصلا تعریف نشده. هر کس هر آن چیزی که میخواه و هر چیزی که به ذهن خود از او میرسه همون داره انجام میده. و این در حقیقت نبوده قانونی هست که پیش روی مثلا مجری قانون گذاشته نشده. اگر پیش روی یک مجری قانون، قانون نامه طرز العمل یا لایحه گذاشته بشه، او در روشنایی همون قانون نامه طرز العمل و لوایح داره حرکت میکنه و طبعا در اون صورت تخطی ها، اشتباهات و کارهای غیر قانونی به مراتب تقلیل پیدا میکنه. اگر امروز ما میبینیم یک پسته میره، یک دعوی مثلا بارد معذرت، یک دعوی بسیار بزرگ حقوقی در درون پسته خود فصل میکنه، علت همین است که او طرز العمل وجود نداره که این کار رو باید محکمه بکنه، سارنولی بکنه یا نادای عدلی قضایی افغانستان بکنه. پس بنان ایجاب میکنه که هر چه زودتر ما بریم به سمت ساختن قانون اساسی. هرچند در آغاز گفته شما یادآوری کردیم که تناقض در حرفای بعضی از مقامات امارات اسلامی وجود داره. مثلا بعضی ها با صراحت اعلام کردن که ما نیازی به قانون اساسی نداریم. ما دین مبین اسلام رو داریم، قرآن رو داریم، شریعت قرای محمدی رو داریم، مذهبی داریم استفاده میکنه. مگر همین مذاهبی که در اسلام به وجود اومده، همین مذاهب برگرفته از قانون نبوده؟ مگر همینا کار غیر از قانون دارن انجام میدن؟ بسیار تشکر، سپاسگزار شما دادرس. چند پرسش وجود داره. ولی که وقتی حکومت ها تغییر میکنه یا حتی نظام تغییر میکنه، تصویب و توشیع قوانین تازه ساخته شده را از صلاحیت های کیست؟ یک دو، تمامی قوانین امارت اسلامی گفت که ملغا است وقتی که حاکمیت کرد، حاکمیت را به دست گرفت. آیا همه چیز الله توکلی پیش میره یا از امو قوانین گذشته که انکار میشه ظاهرا؟ و بحث دیگه هم ای است که ما داریم در خلای قانونی قرار یا نه؟ چیزی که من از آقای خسرو پرسیدم، با وجود که شرط داد ولی مشخص یاد نکرد. خب اول خب ما در خلای قانونی قطعا نیستیم. ما در قانون گذاری ها بسیار خوب سیستم داشتیم. ما 8 قانون اساسی را در افغانستان هم تدوین و مراحل خود طی کرده و توشیع شده. تمام انواع نظام ها و چیزی که ایجاب میکرد در قوانین اساسی انعکاس یافته. و در تمام قوانین اساسی هم حتی در مواد 1 و 2 و 3 گفته شده که اگر اینجا کدام ماده از قانون خلاف شریعت اسلامی باشد اعتبار نداره. و باز هم گفته شده که وقتی که مسئله حدود و قصاص و دیت مطرح میشه، ما در اونجا چی میکنیم؟ به فقه مراجعه میکنیم. بله. و مطابق فقه حل و فصل میکنیم. ما قانون اساسی داریم و ما تا فعلا به هیچ جا چنین فرمانی سراغ ندارم که قانون اساسی افغانستان چی شده باشه؟ او را لغو کرده باشه. امین، اکنون ما قانون اساسی داریم؟ خود داریم. کدام قانون؟ قانون اساسی سال 13 یک قسم اصول است. خوب این پرنسیپ های حقوقی است. بله.
یکی یکی در حالتی عدم اجرا قرار داره. درست بس اجراش مدرسه یعنی قانون اساسی بله بله است. او خب موضوع ولی در اصل در پرنسپ های حقوقی طوری استن تا وقتی که قانون بر الغایش حکم صادر نشوه او به تمام قوت قانونی خود نافذ است. آمدیم به این که بله نه تنها که اصلا از وقتی امارت اسلامی گذشته ما در تمام وزارت ها قوانین داریم که توسط ملا محمد عمر مجاهد چی شده؟ او توشیح شده. در تمام وزارت خانه در وزارت داخله، در زراعه، در معادن، در کجا، در کجا فعلا اصلا موجود هستن. و این طرز العمل هاست؟ نه کاملا قوانین است. قوانین هر وزارت؟ بلکل بلکل بلکل. و حالا اجرامش هم میگین؟ بله که نشه او خب مشکلی ما نیست که مشکلی یکی قانون مرایول اجرا گذاشته شده یا نه؟ نه یکی قوانین میم به او گفت یکی قوانین کسی اجرا نمیکنه او گپ دوم است. یکی موجودیت قانون است یکی عدم اجرایش است. بله موجودیت قانون یک گپ است، تطبیق و تحقق و از تطبیق و تحققش نظارت کردن، متخطی را جزا دادن، متوجه استینی و کسانی که قانون درست تطبیق کرده و اینجا قاعده مکافات رو اجازه بتونید وقفه بگیرید دوباره برمیگردیم به ادامه صحبت های شما. رفت و برگشت کوتاه. می محور خوش آمدین. آقای دادرس، من پرسیدم که صلاحیت کی است که تصویب بکنه و توشیح بکنه قوانین؟ از طرف دیگه همونطوری که آقای احمدزی هم قبلا پرسید که بسیار از موارد و سلسله مراتب که در نظام وجود داره و تعیین و تکلیفی که است روشن نیست. بعضی موارد بسیار عامیانه که ممکن است در افکار عامه بسیار راحت بگنجه و ممکن در ذهن عامه باشه است که بسیار از تصامیمی که گرفته میشه یعنی از کجا مثلا گرفته میشه. در روزهای عید بیش از 4000 نفر مثلا از زندان به فرمان رهبر امارت اسلامی آزاد میشن. این صلاحیت از کجا میکنه رهبر امارت اسلامی؟ خب قبل از اینکه به سوال شما بیایم عرض کردم که ما از نگاه قانونگذاری و قوانین غنیستیم. ما قانون اساسی داریم، قوانین عادی داریم، مقررات داریم، طرز العمل ها داریم و لوایح داریم. ما مشکلی در قانونگذاری ها در قانون نداریم و حتی تا فعلا هم به مقتضای زمان کاملا جوابگوی هستند. البته عقیده ما نمیستن. خوب آمدیم که وقتی که داریم مشکل در اینجا است که فعلا امارت را تطبیق میکنه. اگر میگه که نمیکنیم بیایید که ما مثال ها برشان بیتم. اگر تطبیق نمیکنه پس جواز سیر موتر چطور وقتی که تکمیل شده جدید میاد؟ 3 سال بخاطر به اساس امو قانونی که وجود داره. یک، در صورتی که از خارج مال میایه بله. او را چی میکنه؟ محصول میکنه. خیر به اساس کدام قانون میکنه؟ قانون گمرکات است. مالیه را جمع میکنه به اساس کدام قانون جمع میکنه؟ مالیات بر عایدات است. متوجه است؟ بله. قانون های وجود داره اما قوانین ولی مشکل در اینجا هستن. چیزی که میکنیم باید بگوییم. چطور چشم پوشی میشه؟ گفتن عملن... تمام قوانین ملغا شده. نه قطعا نه. عملا مصروف است. شما بری ما میگین قوانین قانونی معادن. فعلا اگر این قسم باشه داوطلبی قانون داوطلبی ها متوجه استین طرز العمل ها هم داره. بنان مقرره معادن کاملا موجود است. عرض ما را شنیدیم. بله. او اگر نیستن پس چینایی که منجی میای امی قراردادی که با یک کشوری خارجی عقد میشه متوجه استینی بله. چطور در اینجا آماد خوب ویزه بدون اجازه خو آماده نمیتانه. اینجا که آماد باید قوانین باشه که برای از اینجا پس برای لحاظه ما قوانین داریم از قوانین استفاده میشه ولی بهترش ایستن که ما به حرف شما میایم بخاطر بندیا به حرف ازی که ما فرمانه دیدم و فرمانه خواندم.
در مورد بندیا آمادیم در اینجا که ما قانون اساسی چرا؟ ببین بعضی گپارا ما در قوانین عادی نمیتانیم انعکاس بتیم. بله. امکانش نیست. به نویت نظام. نویت نظام، سیاست داخلی و خارجی نظام. بله. تضمین حقوق اساسی اتوبا. تضمین حقوق هیچ سند دیگه وجود نداره. سندی که باید در افغانستان تعلیم بر همه. اهم از دخترها و بچه ها باید بخانه. حتی در قوانین ما تا به سنفی شش در بعضی ها تا دوازده چی بودن؟ رایگان هستن. فلحاظا ایره که میخواییم باید ما چی مبنا داشته باشیم. امی حق که ما میگیم تعلیم، ما میگیم که زندگی موهبت الهی است. هیچ کس نمیتانه بدون موجب شرعی و قانونی او را چی کنه؟ حداقل دست بزنه. این تضمینش در کجاست؟ در این شکل نیست که در نص قرآنی است. او موضوع استن که عمومیات است، در این شکل نیست. با هوی تو باید. ولی مردم ما باید اصل در شریعت چیست؟ بسیار مهم گفت است. در این مورد تالیفات وجود داره. میگه که جرم باید در تعذیرات، البته حدود و قصاص و دیت کار نداریم. در تعذیرات باید جرم تعریف شود. بله. کدام عمل میتانی بکنی؟ و کدام عمل حق نداری که بکنی. اگر کردی جرم است، جزایش چی قصدن؟ اگر جزایش تعیین نشوه دولت مندا از این چی میکنه؟ یقینا سوء استفاده میکنه. خب مجازاتش تعیین نیست، جرم تعریف نمیشه و صلاحیت های قاضی لا محدود میشه. وقتی که صلاحیت های قاضی لا محدود شد، باز در جامعه مشکلات میاد. مثلا یک سوال، خود موجودیت قاضی هم خب اساس یک قانون باید انتخاب شه. کی میتونه قاضی باشه؟ از دارم ما در اونجا قاضی باید به هیچ تنظیم ارتباط نداشته باشه. یعنی در امور قضا و انصاف برای از او فقط اگر یک غیر مسلم و مسلم در قضا میایه، او فقط چی میکنه؟ انصاف را. خو انصاف با اساس چی؟ باید اول ببینه که تو تابعیت کجا را داری طرف مثل کو. پس قانون تابعیت نهایت مهم است. اگر قانون تابعیت نباشه، ما چطور بفهمیم که احمد وزیر میشه؟ آیا از افغانستان است؟ اولین شرط اینمیست کسی که در مقامات میره باید از کجا باشه؟ باید تابعیت پس قانون تابعیت داشته باشیم. در حالی که ما قبلا قوانین تابعیت در وقتهای قدیم نداشتیم و ضرورتشان احساس نمیشد. وقتی که قانون تابعیت داشته باشیم، یکی دوم کسی که تعیین میشه باید اهل باشه. اهل چطور تعریف کنیم؟ امر شریعت است که میگه کار برای کی بتین؟ برای اهلش بتین. پس اهل چطور تعریف کنیم؟ آیا اهل تعریف میشه که ما وزیری عفو میخوایم یک رئیس شفاخانه را متوجه سی؟ شفاخانه بسیار قوی مجهز اونجی مرا ببرم مقرر شوم، در حالی که مد امور طبابت هیچ نوع دسترسی ندارم. من که مریض شوم خودم میرم پیش طبیب. یعنی من نمیتانم که او را چی کنم پیش ببرم. بناان ما همه چیز داریم، همه چیز داریم، ولی مهمش ایستن که یا نافذ بسازیم یا او را سر از نو چه کنیم. یک دفعه ببینیم که اگر بالفرض و تقدیر کسانی که به یقین هستن که اونجی خلاف قواعد شرعی، من نیستم، من قطعا به جز یک قانونی که من در وقتم انتقادای خود کردم متوجه دیگه اصول محاکمات مدنی کی میگه؟ اصول نامه ها که میگه؟ اصول محاکمات تجارتی که میگه؟ قانون جزا و کود جزا؟ گوش بگیرین یک چیز، این از امروز نیست. جمهوریت هم از ایره از خود جور نکرده. با خبر باشه که جمهوریت هم از قدیمی ها نقل کرده، قدیمی ها از قدیمی ها نقل کرده. چرا ما یک سیستمی قانون گذاری بسیار خوب داشتیم و ما به او افتخارم میکنم. ولی آلی هم که سوال تو چی جواب داده نشود کی بندیاره؟ چرا نی؟ امو فرمانی که مقام امارت اسلامی افغانستان او را داده، در اونجا خوب نوشته هستند که این چیز بکنید، این چیز بکنید، این چیز بکنید. به هیچ صورت او از محتوای قوانین قبلی خارج نیست، بلکه بر وفق قوانین قبلی است. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای احمد زیب، چرا فکر میکنین که تعطیل میشه همواره کار در مورد
تهیه قانون اساسی فکر میکنین که اراده وجود نداره یا اراده وجود داره دشوار است تصمیم گرفتن در این مورد؟ از طرف دیگه تایید میکنین که واقعا قوانین گذشته داره عملی میشه ولی انکار میشه از گفتنش؟ ګورې په مخ کې خبرو کې دوه مسائل پاتې سول چې ما تشریح کول. یو د قضایي نظام مشروعیت ده. ګوره په اساسي قانون کې د قضایي نظام مشروعیت ده چې قضایي نظام په دوه ده، یو یې محتوا ده یو یې شکل ده. چې محتوا یې فقهي یعنې اسلامي اصولو کې موجوده ده، په هغې اساس باندې کېږي، خو شکل یې له قانونو قوانین جوړ سوی ده. اوس د شکلي قوانینو په اساس کې که چیرې اساسي قانون موجود ونه اوسېږي، دا په خپله باندې ملغا دي او په قضایي سیستم کې هرج و مرج رامنځته کېږي. شپږمه مسله چې وه د بهرنۍ او د کورنۍ پالیسي تعریف و. ګورئ د اساسي قانون په چوکاټ کې مونږ باید ځان تعریف کړو چې بهرني هیوادونه یا نړیوال د همغه تعریف په اساس له مونږ سره مخکې لاړ سي. چې زموږ تعریف څه شی ده، نړیوال په کومه عرصه کې کولی شي له مونږ سره مخکې ولاړ سي، په کومه عرصه کې د مونږ سرې کرښې دي، کومې د مونږ شنې کرښې دي، کومه عرصه کې خلک تعامل کولی شي او په کومه عرصه کې باید له مونږ نه لرې اوسېږي. چې دا باید یو اساسي قانون په تصویب کې له هغې نه وروسته مونږ بهرنۍ پالیسي تصویب کړو. اوس راځم تاسو پوښتنې ته. ګورئ اساسي قانون د 1303 اساسي قانون هم موجود دی، د ظاهر شاه د وخته کله چې اسلامي امارت راغی دوی ویلې چې بعضې له مادونو خلاف دغه قانون تصویب ده. دوهمه مسله د تیرو شلو کلو قانون ده. ګورئ تیر شل کاله له جمهوري نظام سره د غني او د کرزي له دورې سره طالبان جنګېدل، یعنې اسلامي امارت وجنګېده، د امریکایانو په شمول چې دلته موجود ول، دایه دعوه چې په افغانستان کې اسلامي نظام باید حاکم سي، یو اسلامي نظام. نو کوم نظام چې هلته حاکم و نو هغه له اسلامي نظام سره یا له اسلامي اصولو او مقررات سره په ټکر کې و. نو اوس کله چې اسلامي امارت افغانستان ته حاکم سوی که همغه اساسي قانون مني، نو هغه دایه چې په سر کې لرله بیا غلطه ثابتېږي. نو تمن دوی ویلي دي چې هغه اساسي قانون ملغا ده، هغه قوانین ختم دي. اوس چې مونږ وایو چې یکی خوب انکار کردن است، یکی حقیقت است که نمیشه او را چشم پوشی کرد ازش، این انکار کردن است. هو ګوري هغه قانون چې دغه ملغا ده، او دوی ویلي چې د 1303 قانون اساسي قانون چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون ده، د هغو له ځینو مادونه یعنې له ځینو برخو نه هغه چې په اسلام سره په ټکر کې دي، یا هغه مادې چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دي، په افغانستان کې تر هغه وخته چې نوی اساسي قانون رامنځته کېږي موږ تعقیبو. او ځینې موارد چې دلته لکه مخکې چې ورته اشاره وسوه چې د هغې په اساس باندې مالیات اخیستل دي، لوړه درجه قانون ورکول دي، دغه مسایل دي چې قانون ته ضرورت لري دي، او قانون په چوکاټ کې باید دا مسایل مخکې ولاړ شي. اوس موږ ته معلومه نه ده چې دغه موارد د کوم قانون په اساس باندې مخکې دي. نو طبعاً خو اسلامي امارت یو قانون نه ده توشیح کړی، یو اساسي قانون نه ده راغلی، نو طبعاً به د هغو قوانینو په اساس باندې مخکې ځي کوم چې په تېره کې اوسېږو. که چیرې نوی قانون رامنځته شي او نوي قوانین موجود وي، نو موږ ویلی سو چې نوي قوانین او د دوه نو قانون په اساس باندې مخکزي. خو اوس نسو ویلای چې نوی قوانین اسلامي امارت تصویب کړي، ځکه نوی اساسي قانون موږ نه لرو، اساسي قانون موږ نه ده تصویب کړی، او همغه پخوانی قوانین چې کوم دلته موجود دي همغه تطبیق کوي. او دوی حسب فکر کوم چې دای چې هغه قوانین تطبیق کوو یا وسره ستونزه نه لرو چې هغه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دي، نو فکر کوم چې دغه قوانین چې دوی تصویبوي هغه بل اسلامي قانون سره په شریعت ټکر کې نه دي. درست. در مواردی را که اشاره کرده وزارت عدلیه گفته که 7 قانون را توشیح شده، یک از این قوانین در مورد جمع‌آوری گداها است. مثلا شما میدانین که در مورد جمع‌آوری گداها تصمیم گرفته شد که باید گداها جمع‌آوری شود، و بعد از اینکه بررسی شد که آیا واقعا مستحق است، برای هر کدام از یا ماهانه 2000 افغانی پرداخت شود. اگر دیدگاه این باشه که همه چیز در اسلام وجود داره و نیاز به قوانین ساخته بشر نیست، اینمی که تصمیم گرفته میشه به گدا 2000 افغانی داده شود، همینجا فکر نمیکنین که عقل انسان دیگه دخیل بوده؟ گوره ځینې موارد لکه څرنګه چې ما ویلی د امیرو په اسلام کې د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې کېږي. د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس چی است فرمان امیرالمؤمنین؟ ګورئ د امیرالمؤمنین د فرمان چې کله چې امیرالمؤمنین فرمان صادریږي، دا له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي. کله چې له اسلامي شریعت سره په ټکر نه وي، دا اجرایوي حالت خپلوي، هر تصمیم کې گرفت چې اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي. یعنی هغه فرمان د اسلامي امارت پرامین چې دی د امیرالمؤمنین، هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو هغه پرامین چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغه د اجرا قانون خپلوي، یعنی هغه باید اجرا سي هغه فرامین. او اوس په دغه تصویب کې قوانین چې دوی تصویب کړي دي، دوی ویلي چې یو برخه د اسلامي امارت د فرامینو نه ده، یعنی یو برخه د اسلامي امارت له پرامینو نه راغلی ده چې هغه فرمانونه ده ورکړي دي چې اصول د اسلام له قواعدو دې سره په ټکر کې نه دي، هغه په دغه قوانینو کې تصویب شوي دي او لیکل شوي شکل دي. اوس که د ګدایانو
دغه مسائل تر ازیدا د امیر المؤمنین د پرمان په اساس باندې سوی دغه پرمان راغلی چې دا باید سره سره د هواد نار ټول سی وکتل سی چې مستحق دی که مستقیت نه دی او د فرمان په اساس باندې باید هر کس ته 2000 افغانۍ ورسی او دغه موارد مثلا الته د علماو په شورا کې د دوی په شورا کې کتل سی دی چې اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی نو دغه فرمان اجرایی حالت خپل کړی. خیلی خوب. و شما میگین تعلل میشه در ساختن قانون اساسی یا نه کار جریان داره در خفا؟ ګوري دوی خو لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلې دغه موارد یو څه د اساسي قانون په ادبیات یو څه تغییر کړی. په اول سر کې خبره هم دغه و چې اساسي قانون باندې په تیزي کار روان ده، خو اوس د عدلي وزارت له ادرس نه دشي و خبره دشي و نظریه چې مثلا په ایمان باندې هغه و کې تجدید نظر وکي څوک چې اساسي قانون غواړي دا یو د لوړې کچې وزارت نه چې مربوط دي همدغو مسایلو باندې د پام وړ ده، په دې باندې باید بحث وسي چې دا څه معنی، یعنی دا معنی چې اساسي قانون ته ضرورت نشته ځکه چې غواړي موږ باید په خپل ایمان باندې تجدید نظر وکړو، ځکه دا خو خطرناکه خبره ده کنه. د اساسي قانون باید غوښتنه ونه کړو. اوس نو اساسي مسله دغه ده چې موږ هم زیاتي پر دې باندې نه پوهیږو چې مسله کومې خواته ده. هلته ویل کېږي چې کار پرې روان ده، بیا ویل کېږي چې نه باید پر ایمان باندې تجدید نظر وکړي. نو غوښتنه هم دا ده چې په اساسي مدون قانون باندې کار وسي. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای خسروی، حکومت که حاکم از در افغانستان سرپرست است، چند پیش ذبیح الله مجاهد گفت یک از دلایلی که حکومت سرپرست هنوز بر جای خودش است و جایش به حکومت دائمی نداده نبود قانون اساسی و عدم به رسمیت شناسی امارت اسلامی است. یعنی به این معناست که نیاز است برای قانون اساسی و اگر حکومت سرپرست جایش به قانون به حکومت دائمی میته باید بر اساس قانون اساسی و تعریف شده این عمل انجام شود. با توجه به این موارد چقدر خوشبین هستین برای از اینکه یک قانون در افغانستان اگر تازه ساخته میشه ایجاد شود که همه ابعاد را به گونه در بر بگیره که پرسش ها باقی نمانه؟ ببینیم، قانون اساسی هست که مشخص میکنه قدرت در کجا متمرکز هست. به طور مثال امروز ما دو پایگاه قدرت را داریم. پایگاه اصلی قدرت را در قندهار داریم که مرجع اصلی تصمیم گیری هست و پایگاه ثانویه قدرت در کابل هست که وزرا و دفاتر کابینه قوه اجراییه در اونجا حضور داره. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروط خواهی هست و همین مشروط خواهی در حقیقت چیزی جز بیان صلاحیت های محدود شده حاکمان نیست. در قانون اساسی چیزهای تعریف میشه، مثلا پرچم ملی ما. امروز پرچم امارت اسلامی افغانستان سفید هست رنگی و نشان ملی هم کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله هست. در کنار از او سرود ملی تعریف میشه در قانون اساسی، پایتخت کشور مشخص میشه. در کنار از او سیاست های اقتصادی یک کشور تنظیم میشه، مثلا برنامه های فرهنگی یک کشور تنظیم میشه بر اساس قانون اساسی و در کنار او مثلا رابطه کشور با کشورهای دیگه تعریف میشه. همین ها در کجا در افغانستان فعلا توشیح میشه و مشخص میشه؟ وقتی ما قانون اساسی نداریم طبیعیه که کشورهای دنیا اگر با ما خیلی نزدیک نمیشن بر همین اساسه. اگر ما یک چارچوبه تعریف شده قانون اساسی داشته باشیم طبعا کشورها با ما بیشتر نزدیک میشه. درسته ما از یک طرف تناقض میبینیم، از یک طرف میبینیم که خب یکی از وزرا استاد میشه میگه ما نیازی به قانون اساسی نداریم، با صراحت میگه. اما یکی دیگه میای میگه که خب کار روی قانون اساسی جریان داره. اگر کار واقعا روی قانون اساسی جریان داره ما باید کمیسیون تصویب قانون، تصویب قانون اساسی رو داشته باشیم. باید مشخص بشه که همین کمیسیون متشکل از کدام افراد هستند، کیا هستند که روی تصویب یا مسوده قانون اساسی افغانستان دارن کار میکنن، یا کدام افراد هستن که دارن قانون اساسی قبلی دارن تعدیل میکنن. وقتی اینها مشخص نیست، باور ای که ما به زودی بتوانیم قانون اساسی داشته باشیم کار سخت و دشواری هست. پس بنابراین تمام چیزهایی که ما خواسته باشیم تعریف بکنیم برای یک نظام، اول باید در قانون اساسی مشخص بشه و بعد در داخل قانون اساسی هست که سایر قوانین که طبعا هیچ گونه مغایرتی نباید با قانون اساسی داشته باشه ساخته میشه. متاسفانه اینا همه چیزها موارد گنگی هست که جهان هم داره به همین نگاه میکنه. خب بله. جهان، ما از جهان مطالبه میکنیم که حاکمیت امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه، اما امارت اسلامی زمانی به رسمیت شناخته میشه که همین چارچوبه های تعریف شده نظام که در کشورهای ما
مختلف دنیا رعایت میشه، همینا تعریف بشه در داخل یک چارچوبه قانونی که جهان هم رو ببینه و بشناسه و مردم افغانستان هم بو باور بکنن. ما میگیم نظام امارت اسلامی، بسیار خوب، دقیقاً امروز دبی هم نظام اماراتی داره، قطر هم نظام اماراتی داره، اما همینا در داخل قانون اساسی اون کشورها تعریف شده. ما هم باید بیرق ما، سمبل ما، نشان ملی ما، نحوه برخورد ما با کشورها، همه اینها باید در داخل قانون اساسی تعریف بشه. مهمان عزیز برنامه یادآوری کردن که ما قانون را از نظر موجودیت از او با فقر از او مواجه نیستیم. بله دقیقا همینطوره، به خاطر از اینکه من پیشتر یادآوری کردم صدها طرز العمل، لایحه و قانون نامه که توسط وزارتخانه های مختلف ساخته شده، اینها جزء سرمایه های ملی مردم افغانستان است. روی از این هزینه های بسیار بسیار زیاد شده، ضمن از اینکه فساد هم در او وجود داشته. اما خب از یاد ما نره، اگر ما خواسته باشیم با وزارت صحت عامه دهها طرز العمل رو بسازیم، باید خود وزارت صحت عامه بسازه. طبیعیه که وزارت عدلیه نمیتونه برای از بسازه، وزارت عدلیه طبعا وظیفه از تصویب از او هست که ببره به اون مرجع بالاتر، مرجع بالاتر توشی میکنه و بعدا مریول اجرا میشه. و طبعا بیشتر دوستان یادآوری کردن که خب مثلا قانون مالیات وجود داره. بله، من تا جایی که من دارم میبینم، مطالعه میکنم، او چیزهایی که به نفع امارت اسلامی هست و میتونه برای اینو کسب عواید بکنه، از او دارن استفاده میکنن از طرز العملای گذشته. اما چیزهایی که به نفع اونا نباشه، طبعا او به پشت سر گذاشته میشه. نه، این کار نادرستیه. ما باید اگر استفاده میکنیم، اون قسمی که دوستان یادآوری کردن، به سگونه صریح و واضح بگیم که ما از این طرز العملها دارم استفاده میکنیم. مثلا همین امروز مثلا ما صدها طرز العمل در چوکات وزارت تحصیلات عالی ساختیم. حتی نحوه امتحان یک محصل در داخل پایان سمستر هم مشخص شده بود. خب اگر همین کار نمی بود، خب مثلا ساختن قانون نامه چی کمکی برای ما کرد؟ از یک طرف استفاده، یک هماهنگی در داخل نهادها به وجود میاره در تمام ولایات افغانستان. بله. یعنی 34 ولایت هماهنگ داره کار میکنه. من همیال مطمئن نیستم، متیقین نیستم که خب همین نظام مالیاتی که فعلا در کابل وجود داره، در جلال آباد هم بمینوه، در خوست هم بمینوه، در قندهار هم بمینوه، در مزار شریف هم بمینوه، در هرات هم، یعنی هر ولایت مطابق به خواستهای رئیس هم ولایت یا حکومت محلی هم ولایت داره کار میکنه. احتمال داره که این تخطی وجود داشته باشه. پس بنابراین اگر طرز عمل واحد وجود داشته باشه، قانون نامه واحدی وجود داشته باشه، از یک طرف یک هماهنگی مشخص و معینه در سرتاسر افغانستان به وجود میاره، از جانب دیگه جلو تخطی ها رو میگیره. امروز ما شاهد تخطی ها هستیم. خب طالبان مجبورن امارت اسلامی بیای پاسخ بده، اما وقتی نگاه میکنن به خود، میبینن این تخطی ها برگرفته از کجایه؟ برگرفته از اینه که قانون رعایت نمیشه، طرز العمل وجود نداره. این ولایت به شکلی داره عمل میکنه، ولایت دیگه به شکلی، این ولسوالی به شکلی، اون ولسوالی. حتی به طور مثال یک ولسوال میره گاه حرفای میزنه، گاه فیصله نامه های داره انجام میده که خیلی بالاتر از محدوده صلاحیت او است، یا به طور مثال یک ولی میبینیم گاه حرفی در درون یک ولایت میزنه که خیلی بالاتر از محدوده صلاحیت قانونی از او است. اینا از کجا برگرفته شده؟ از این برگرفته شده که قانون نامه مشخصی پیش روی ولی، ولسوال، رئیس و یا مدیر مربوطه ما نیست که از او استفاده بکنه. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، طبعا او میتونه فردا پاسخگو هم باشه. اگر امروز ما اونا رو نمیتونیم پاسخگو بسازیم، به خاطر اینه که طرز عمل مشخصی پیش روی قرار نداره. سپاسگزار شما، ممنونتون آقای دادرس. مشکل در کجاست که نهایی نمیشه؟ مثلا از قانون اساسی می کار جریان داره بیش از یک سال میشه، همین موارد را گفتم میره، ولی نمیفهم چه زمان تصویب شده، تصویب چگونه میشه و توشیح چگونه. مثلا در مورد قانون رسانه های همگانی، یک سال پیش گفته بود که به خاطر توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده، ولی خبری نیست از توشیحش. خب مشکل خود اینجا هستن که باید مرجع مسئولی وجود داشته باشه که تمام موضوعات به شکل واحد و عملی به مردم افغانستان برسانه. یعنی به این معنا که هر کس از خود نظریات ارائه نکنه. شما پیشتر گفتین که مثلا سخنگوی رسمی امارت یک چیز میگه و کسی دیگه چیز. این به این معنا هستن که ما باید زبان واحد در یک شورای واحد بعد از بحث همه جانبه صورت بگیره که در تمام موارد، مثلا اگر بگوییم مکاتب هم همی قسم هستن، تعلیم بسیار وقت میشه، یا معاش متقاعدین باید همی قسم تعالی اجرا نشده و امثال هم همی قسم مسائل زیادی وجود داره که در موردشان نظریات واحد نیستن، که این مردم از زیاد در تشویش میپرته که چرا نظریات واحد نیستن. و ای اشد ضرورت است، مثل که ما در اول گفتم، بدون
قانون ما زندگی برای ما نهایتاً مشکل است. ما نمیگیم که قوانین در شریعت اسلامی نیست، کاملا است. مجتهدین چی کار میکنه؟ مجتهدین این کار میکنه که اگر جرایم سایبری به وجود آمده باید در مورد کار کنه و قانون را به اساس مقتضای زمان ضرورت مردم چی کنه؟ او را تدوین کنه، او را مساویدیش بسازه و بالاخره مرایل قانونیش طی بکنه. بینان عرض میستن که با قوانین ما ضرورت داریم، قوانینی که وجود داره هرچی عاجل باید بالای از اینا کار شوه و قانون اساسی در اگر قانون تعریف میکنه به این معنی خوب ببین که در امی عرصه با قانون ضرورت است. بله. که میگه قانون اساسی میگه در عرصه تعلیم با قانون، در عرصه کار با قانون. امیک اون نمیگه کلیش خود تشریح نمیکنه، امیک گفت ضرورت است، منبع ما چی را تشکیل میده؟ قانون اساسی را. بعد از او اگر اون نباشه یک کشور تا چه وقت توسط فرامین اداره میشه؟ فرامین هم تا یک سر حد. تشکر، سپاسگزارم آقای احمد زایی. سه چهار مورد ممکن وجود داشته باشه. یک، کار خیلی زیاد است، تازه سر شروع میکنم، یا ای که مشکل است تهیه قوانین، یا همی که هنوز به اجماع در داخل امارت اسلامی به وجود امی اجماع به وجود نامده که ما نیاز داریم به قوانین. کدامش فکر میکنین درست باشه؟ شخصا زخو پدی باور بندیم چه اسلامی امارت پدی هست که در چه حکومتی پا همدی شکل پرسمیت تو پیجندل سی کل چه دی اسلامی امارت په همدې شکل چې دا نړیواله ټولنه د اسلامي امارت حکومت پر همدې شکل باندې په رسمیت وپیژني. اوس که چیرې موږ اساسي قانون ته ځو، ممکن د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی پر دې باور باندې وو چې په ځینو مسایلو کې له خلکو سره باید جوړ رانسو. کله چې اساسي قانون ته موږ داخلیږو، د یوې لویې جرګې له خوا نه اساسي قانون تصویبوو، هلته باید د ښځو د تعلیم په هکله باندې باید بحث وکوسي او میرمن تر کومه همه شهروندان مثلا حق تعلیم یو جلی تر څه وخته په سوم سم په پورې کولی سي مکتب وای کوای تر شپږم سم پورې ممکن دلته او کشمکش رامنځته شي څوک ونه مني، او کوای تر دولسم سم په پورې ممکن هغه دوی ونه مني. همدارنګه د ښځو د کار په باره کې دا هغه مثلا د نظام د نویت په باره کې اساسي قانون کې به جر کوشي وزیر څنګه ټاکل کیږي او د کار موده څومره وخت کیږي، او دا هغه موارد دي چې اسلامي امارت ته مهم دي، موږ ته ډیر مهم دي. خو د دوی هڅه دا ده چې حکومت په همدې شکل باندې په رسمیت وپیژندل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته کار اسانه اوسیږي. په دغه شکل کې دوی ته کار یو څه سخت ده، خو که په رسمیت شروع پیژندل کېږي بیا کار ساده کېږي. تشکر میکنم، سپاسگزارم آقای خسروی. یک دقیقه وقت داریم. فکر میکنین جامعه بین الملل یا کشورهای دیگر با همین ابهاماتی که وجود داره پاپش بگذاره به رسمیت بشناسه و بعدش امارت اسلامی به دل خودش هر چی که میخواست قانون بسازه و راحت باشه؟ ما باورم این هست که اگر امارت اسلامی میخواید دنیا رو به رسمیت بشناسه، باید ما یک سلسله معیارهای شناخته شده بین المللی در افغانستان رعایت بکنیم. تا زمانی که ما همین معیارهای شناخته شده بین المللی توسط مقامات امارت اسلامی رعایت نشه و تا زمانی که تضمین او به جامعه جهانی داده نشه، ما باور کلی می است که حتی نزدیکترین دوستان امارت اسلامی هم قدم پیش نمیگذارن برای رسمیت شناسی حاکمیت طالبان. طالبان امیر به خوبی درک کردن که با این وضعیت موجود و با همین رویه موجود حکومت کردن کار سخت و مشکلی هست. نمیشه ما از قافله جهانی جدا باشیم. اگر میخواهیم همراه باشیم با جامعه جهانی، طبعا باید یک تسل معیارهای پذیرفته شده ما هم بپذیریم. در غیر از او به همین تشکر میکنم. سپاسگزار شما آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه، آقای سمیع الله احمد زایی آگاه مسائل سیاسی و آقای عبدالشکر دادرس حقوقدان. از حضور هر سه مهمان گرامی سپاسگزارم. سپاسگزار بیننده ها که بیننده محور بود. شب بخیر.